در قلب شهر، در قلب مردم، در قلب مسائل، خیابان زندگی، هر پنج شنبه 9 شب به وقت ایران از صدای آمریکا. کاربران اینترنت در ایران از بسته شدن VPN ها و محدودیت دسترسی به شبکه اینترنت در کشور خبر میدن. با آرش علایی خبرنگار فناوری و تهیه کننده برنامه 2.0 هستیم. ببینیم که در این مورد چی میگه آرش. درود بر تو آرش جان. تقصیر توئه که سرعت دست سرعت اینترنت تقصیر من هنوز من آروم اومدم اینجا گزارشام بدم. چرا میذاری تقصیر گفتم ما. شاید این واقعا این همه سرعت اینترنت الان کم شده تو ایران و ما میفهمیم که خب مردم کمتر دارن دسترسی دارن به اینترنت. این برای چیه؟ دولت ایران در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی رو کرده برای اینکه بتونه هر چقدر بیشتر روی اینترنت کنترل داشته باشه. از وقتی که وزیر جدید مخابرات در ایران که تا قبلش هم سرپرستش بودن این وزارت خونه رو گرفتن، ایشون خیلی تغییرات بنیادی رو به وجود آوردن در سیستم فیلترینگ ایران. یک مصاحبه که با خبرگزاری ایتنا که مال خود وزارت مخابرات هست ایشون انجام داده بودن، گفته بودن که میخوان سیستم فیلترینگ رو از این بابت هوشمند کنن. یعنی از این بابت فقط به جای اینکه آدرس های آی پی ها رو بخوان فیلتر کنن، بتونن بفهمن که محتوایی که شما میخونید چی هست و اگر این محتوا رو سالم، حالا بر اساس اون چیزی که خود آقایون میدونن، تشخیص ندن میتونن فیلترش بکنن. در چند هفته اخیر حالا این پروژه به همراه پروژه های دیگه که دولت داره سعی میکنه سرورهای وزارتخونه های دولتی رو از اینترنت جدا کنه از ترس حملات سایبری خارجی، باعث شده که سرعت اینترنت در ایران خیلی کند بشه و سرویس های وی پی اینی که خیلی مشکوک به نظر میان در ایران هم در این مدت قطع شدن و بنابراین مردم نمیتونن از طریق اون تماس بگیرن. میگی وی پی این، خب بیشتر کاربران وقتی میان اینترنت بگیرن وی پی این هم بهشون میدن که میگن زیاد هم همچین گرون نیست. البته من نمیدونم، من شنیدم که زیاد گرون نیست. این وی پی ان ها پس همشون امن نیستن؟ ببینید، یک مسئله خیلی مهمی هست. ما مدت ها در مورد این داریم گزارش میدیم. خیلی ها میان میگن آقا ما این وی پی ان مون سرورش در آلمانه، در انگلستانه. مسئله مهم این فناوری وی پی ان نیست که شما دارید ازش استفاده میکنید. ما دو جور اعتماد میتونیم بکنیم به یک وی پی ان. یکی اعتماد بر اساس مهندسی اون وی پی ان هست، یعنی ما میشناسیم، میدونیم مهندسیش چیه، میدونیم کد منبع باز، اگه خودمون کد نویسی بلدیم میتونیم بریم بخونیم تغییرش بدیم و بعد اطمینان داریم. یکی از اطمینان بر اساس شناخته، یعنی مثلا من شما رو میشناسم، میگم حمید وی پی ان میخوای، بیا به من یه وی پی ان مطمئن بدم، شما به من مطمئنی و اینو میخری و دیگه نمیدونی دقیقاً پشت سرش چی میگذره. خیلی از این وی پی ان ها، مخصوصا وی پی ان هایی که از مردم همونجا پول میگیرن یا ازشون میخوان کارت اعتباریشون از طریق اینترنت خرج کنن و وی پی ان بخرن، این در واقع این هست که شما خودت پرچم رو با دست خودت میگیری و داری به مقامات میگی که آقا من دارم وی پی ان استفاده میکنم. خیلی هم به ما میگن خب پس چرا نمیان ما رو بگیرن؟ ببین مسئله این است که نمیان همون ثانیه در بزنن در خونتون بگن آقا شما داشتید صفحه صدای امریکا رو مثلا رفته بودید داشتید میدیدید. نه، میگذارن بگذره و اگر شما یه وقتی اتفاقی واسهت افتاد، مثلا چه بدونم واسه سر و وضع ظاهرت گرفتن بردن کمیته و اونجاست که میذارن میگن خب مثلا شما این روز رفته این وبسایت ها این کارا رو کردی و این سابقه اینترنتی داشت. بنابراین وی پی ان ها نه فقط فناوری شد، اینی که شما چجوری اینا رو میخرید. اون کسی که میخره خیلی راحت میتونه همه اون اطلاعات رو دو دستی خودش به راحتی در اختیار ماموران امنیتی ایران بگذاره. خب پس با این حساب چجوری میشه دور زد فیلترینگ برای آدم عادی؟ بله، راههایی هست که فعالین اینترنتی در جهان زیاد هستن. فقط هم دولت ایران نیست که سعی میکنه اینترنت رو فیلتر کنه، دولت های دیگه هم در دنیا هستن که سعی میکنن شهروندانشون رو کنترل کنن. این فعالین سایبری مدت هاست که فعالن، سعی کردن نرم افزارهای مجانی درست کنن برای مردم سراسر دنیا که بتونن این مردم سراسر دنیا ناشناس بمونن روی اینترنت و بتونن در این حال دسترسی داشته باشن به جریان آزاد اطلاعات. حالا یک وبسایتی هست که این تنها وبسایتی که تمام این نرم افزارها رو گرفته و فارسی کرده و دفترچه راهنمای فارسی نوشته و خود نرم افزار رو فارسی کرده. این وبسایت هست، وبسایت فیلترخور. کسانی که هیچ دسترسی ندارن به هیچ گونه فیلتر شکنی
میتونن یک ایمیل بزنن به info@filterkhor.com و خود این وبسایت یک پکیج ابتدایی براشون میفرسته، شامل یک نرم افزار فیلتر چکن و دو سه تا دستورالعمل فارسی که چجوری اینستال کنید، چجوری باش کار کنید. و بعد از اینکه این پکیج رو دریافت کردن، حالا خیلی از این نرم افزارا هم کندن، خیلی هاشون هم اشکال دارن، ولی حالا میگن یه ضرب المثل تو فارسی هست، میگن دندون اصل پیشکشی رو نمیشمارن. اینا مجانی هست بالاخره و این هم وضعیتی هست که همه میدونن. وقتی کاربرا همه هجوم میارن به استفاده از یک نرم افزار، خود به خود سرعتش میاد پایین. اینه که باید کار برای یک مقداری صبر رو هم پیش ببرن. من فکر می‌کنم تو ایران خیلی صبورن مردم به وضعیت اینترنت، یعنی واقعا بعضی موقع آدم میخواد موهای کلش رو بکنه به خاطر کسی که اون پشت نشسته. درسته. نه خودش، شما برجه سرعت اینترنتمون خوبه، این یه مشکل رو نداریم تقریبا. خیلی ممنون، مرسی. حالا ببینیم که از اون چیزی که تو گفتی شاید امیدوارم بتونن استفاده بکنن. info@filterkhor.com begirat@filterkhor.com وبسایت هم خودش هست www.filterkhor.com. بله، ما حالتون نشون میدیم روی صفحمونم برای کسانی که میخوان بنویسنش. ممنون و سپاسگزار از تو آرش. ممنون از شما. مرسی.